Friends, hallo Leute, امروز میخوایم برتان طریقه آماده ساختن علیم در خانه برتان آموزش بدیم. پس مواد لازم از یه بسیار کم میباشه، فقط گوشت میباشه، سرخی گوشت و همچنان گندم و برنج، که گندم و برنج ما شب ترک ماندیم و حالا میریم تمامشه آماده میسازیم. خب دوستا، ابتدا کار ما میکنیم یکم آب اضافه میکنیم، بعدا گوشت اضافه میکنیم، بعدا یک اندازه پیاز سرخ شده اضافه میکنیم. و اگر شما پیاز سرخ شده به خانه ندارین، میتونید پیاز سرخ کنیم و اضافه کنیم. زردچوبه اضافه میکنیم یک اندازه و همچنان کم مرچ سیاه اضافه میکنیم و نمک اضافه میکنیم. در دوکانو که هست تنها خود گوشت جوش میتن و بعد از او اضافه و بعد آب اضافه میکنیم، اما ما کم پیاز سرخ میکنیم، کم پیاز اضافه میکنیم به خاطر از این که همین خود بوی گوشت یک خامبویی داره و او از بین بره. و حالا ما این دست بخار که دیگ ما بخار بگیره، ما در دیگ بخار دیگه ابتدا گندم اضافه میکنیم. گندم خوب آبش صاف میکنیم و اضافه میکنیم. بعدا برنج هم به می شکل ما خاص میکنیم آبش و بعدا خود برنج در این اضافه میکنیم. خود دو سال یک مقدار نمک در این اضافه میکنیم به خاطر که بی نمک نبیایه. و بعدا یک مقدار آب زیادتر اضافه میکنیم در این. و این هم فقط آب اضافه کنیم، یک مقدار دیگه ما باید اضافه کنیم. ببینیم تقریبا ما به این جک، ببینیم از این جک ما دو جک اضافه کنیم. و حالا ما این رو میمانیم تا این بخار بگیره. خب دوستا، حالا برنج و گندم ما کاملا نرم شده بعد از اینکه ما این رو بخار دادیم. حالا ما این رو توسط مکسر عل میسازیم. ما گوشت را یخنی انداخته بودیم، این هم آماده است و این را صاف میکنیم به این شرط در یک دیگ. و گندم را که ما از مکسر کشتیم او را هم به این اضافه میکنیم و گوشت را میگیریم شلکشی میکنیم و بعدا به برتن میگیم که چه قسم آماده میشه. خب دوستا، ببینین کاملا مکسر شده و حل شده و حالا ما کم کم این را اضافه میکنیم و به این شکل ما تمام اضافه میکنیم. خب ببینین، حالا ما تمام گندم اضافه کردیم و حالا میمانیم تا این آماده شود و تا اون وقت ما میریم طرف آماده کردن گوشت. خب دوستا، شما دیدین که ما گندم برنج که از مکسر کشیده بودیم به یخنی اضافه کردیم و حالا ما نوبت از این رسید که گوشت. ببینین به این شکل ما شلکشی کردیم، چربویش دور ساختیم و خود گوشت خرد خرد ساختیم و حالا این را به علیم اضافه میکنیم و این را به این شکل ما شور داده میریم یا چمچه زده میریم تا وقتی که علیم ما آماده شود. ببینین آل علیم کاملا آماده شده و ای بیخی جوش خورده، خوب سعی آماده شده. آل ما بالای از یک اندازه دارچین یا سینیمون اضافه میکنیم و همچنان یک اندازه هم بعد از این ایل اضافه میکنیم. ایل به خاطر خوشبویش هستک و حالی کاملا آماده است. ای رو میتونین که چند قدم بتین و بعد از این که آماده شد میتونین ای رو در پلاستیکا پرتین، سرش بسته کنین و همچنان در یخچال بانین و هر وقت که خواسته باشین میتونین کم کم گرم کنین و نوشیجان کنین، یعنی نگهداری هم میشه. و همچنان ای رو چه قسم تیار میکنین، وقتی که میخواین ای رو تیار کنین ابتدا کم روغن و بوره در این اضافه کنین و این به دو شکل آماده میشه. میتونین بوره و روغن داخل از اضافه کنین و این رو گرم کنین و یا این که میتونین
ایره گرم کنین، سرش روغن اضافه کنین، روغن هم خوب گرم کنین، سرش اضافه کنین و بوره را هم بالا از اضافه کنین و نوشیجان کنین. اما اگه بوره داخلش با روغن یک جای گرم کنین اضافه کنین، او مزهش زیادتر است. ایره ما به این شکل دم میدیم. خود دوستا حالا ببینین علیم کاملا آماده است و دم هم کشیده و حالا ما سر علیم لطف میکنیم. ببینین بسیار یک علیم خوبش آماده شده و حالا ما یک اندازه از ایره دخوری میکشیم و به شما نشان میدیم که به چی شکل علیم ما آماده شده. ببینین تقریبا علیم بازار رو آماده و شما یک بار آماده بسازین، مزهش هم عین مزه علیم بازار است. دوستا پیش ازی که ما علیم دخوری بکشیم، روغن هم میمانیم که داغ شوه و علیم در یک ظرف به این شکل میکشیم. بالا علیم آماده است. بالا از این ما کم روغن که ماندیم داغ شوه اون رو اضافه میکنیم و بعدا یک اندازه بوره به این اضافه میکنیم. و میتونین بوره رو همراهتان سر دسترخوان ببرین و اگر میخواسته بورش کم بود میتونین دوام اضافه کنین. فعالی کاملا آماده است.